بریم سراغ آقای سیاوش اوستا در پاریس با چهره خندانی که همیشه در حال ما ایشون رو میبینیم. درودی بر شما باد. استاد شرفی استفاده فرموشه دای دکتر رزمارا درود دارم به کار بله برادر مهمان مهندس شجری درود دارم. جناب شرفشاهی عزیز، همونطور که شما هم گفتین خیلی موارد حساسه. من میخوام به شما یک نکته رو شروع کنم بگم، اون همون از جایی که آقای دکتر از مالا تموم کردم من شروع کنم. سفر امروز مکرون، حالا میدونم که شما دوستش ندارین این رفیق ما مکرون رو، ولی امروز حرف خیلی خوبی زد توی فرودگاه آقای شرفی. پشت سرش هواپیما یک صحبت تاریخی کرد، داشت میرفت سفر با خاطر انتخاباتی که تکمیلی هست روز شنبه، یه حرف خیلی قشنگ زد. یه حرف واقعا از میره به فرانسه نباید بیاریم. وقتی که مکرون یکی از مغز متفکرین و تینک تانک های جهان هست، من به شما امشب این راز رو بگم. مکرون رئیس جمهور شد به خاطر اینکه سالها برای روتشیلد کار میکرد، آقای دیوید روتشیلد عزیزمون، و با توافق راکفلر، روتشیلد و سوروس ایشون اینجا به دست گرفت. یعنی خودش از تینک تانک های جهانی، وقتی میگه دزورد یعنی بی‌نظمی در جهان هست، خیلی حرف مهمیه. این به مشکل ما برمیخوره. این بی‌نظمی الان موجب شده در جهان که چون جمهوری اسلامی یکی از عوامل اصلی این بی‌نظمی در جهان هست. الان اینو میخوام به شما بگم آقای شرفشاهی عزیز، تمام اینها استعمار نو، استعمار کنه، استعمار اقتصادی، چه 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 گلوبالیستا، اینها جون اومدن دستی رژیم، چون هیچ حساب کتاب درستی نداره. مثلا این آقای سوروس، چنانچه امروز ما بارها گفتیم، این سند بهش میدم در این دوستان عزیز برن آرمان اوروپان، یعنی مجلس اروپا رو نوشته، گزارش رسمی داده که از زمان خاتمی تشکیلات جامعه روز تو ایران کار میکنه. ما ولی الان با این کن داره سال هاست اونجا کار میکنه، هی بالا پایین میره و مسئله اقتصادی که اونجا سرمایه گذاری کردن میخواد بکنه، هی میفته بالا میره پایین. الان بیت کوین از فردا میاد پایین به یک سوم قیمت میرسه، قیمت ها همینطور میره بالا. از نظر بورسی دنیای داره ضرر میکنه به خاطر دزو بی‌نهایتی ایران و جمهوری اسلامی، همونطور که برای ملت مسببش بوده برای خارج هم شده. حالا آقای شرفچایی، نکته مهم اینه، ببینید شما به خاطر دارید، مردم ما یادشون رفته نمیدونم، شما خوب به خاطر دارید که انقلاب سیاه از هنگامی شروع شد که یک فردی به نام علی اصغر حادثه جوادی یک مقاله نوشت صدای پای فاشیست. وقتی این مقاله منتشر شد همه به جنب جوش اومدن، درست مثل صحبت اخیر شاهزاده رضا پهلوی، ولی اون منفی این مثبت. دیدیم همونجا خمینی اومد یک سخنرانی کرد نجف، گفت الان دولت کارتر یه خورده است، یعنی اینا که استفاده کردن دارن اعلامیه میدن. همین آقای عزت الله صحابی که شما نشونش دادید، دختر تفلیش هم کشتم و خودشون هم همینطور، حال دخترش من واقعا به خانوادهش دیگه چی نمونده ازش. به هر حال اینها همه اون موقع یه تیم بودن. آقای شرفشاهی، خمینی اومد گفت اگر شما آخوندا نیاید از این فرجه جیمی کارتر استفاده کنید، فردا اولین قربانی شما هستید، سرتون رو من میخوام بگم جناب شرفشاهی، فرجه ای در جهان پدید آمد، یعنی الان جهان در نقطه ضعف است. یعنی وقتی که میخواد راه باز کنه که ایران آزادی بیاد توش، شاهزاده رضا پهلوی با اپوزیسیون های قوی بچن ایران، الان این فرجه است. یعنی ما تحمیل کردیم به اینها، چون اینها سالها ازش بهره میبردن از این رژیم، الان پوسیده شد، الان دیگه داره نابود میشه. چون نابود میشه خود اونا هم نابود شدن. جدا از این ناامنی که عرض کردم خدمت نظر اقتصادی، مشکل مهم دیگه جهان همین جنگ در عربستان سعودی با یمن، عربستان سعودی است. عربستان سعودی میلیاردها را ضرر کرده، شما چون دیگه قضیه رو ماسمالی کنه تموم کنه بره، و براش هیچ مهم نیست الان که دیگه شاهزاده بیاد با شعار ما آریایی هستیم، تازینی پرستیم، اونجا بشه آزاد. شاهزاده اومد و اتحاد و همبستگی رو شرایط چی گذاشت؟ تا حالا من در آینده این دو طرف با هم صحبت هایی شده کردن، من اینا رو مستند منتشر خواهم کرد، ولی میخوام بگم این فرجی که الان هست جناب شرفشاهی،
بایستی ملت ایران در مرحله اول اومده تو میدون استفاده کرده، اپوزیسیون بایستی با شاهزاده رضا پهلوی همراه بشه. شاهزاده رضا پهلوی، من اینم بگم اینجا تأکید کنم، برای شما فرستادم گوش کردید حتما، شاهزاده رضا پهلوی مثل سابق نسبت به یک سری مواردی که بعضی انتقاد داشتن فکر نمی‌کنه دیگه، به همین دلیل مردمی، لایک و اصلا نه دیگه به سیدها، نه دیگه به آخوندها، شما براتون فرستادم دین در مورد روحانیت برخورد رادیکال داره، در رابطه با اسلام سیاسی برخورد رادیکال داره، در رابطه با هویت ایرانی برخورد جدی داره که هویت ایران تو غیره، اینی که ما به آزادی میتونیم دست پیدا کنیم بریم شرف شایی، به شرطی که این فرجه رو استفاده کنیم، اگر نکنیم زیان میکنیم های شرف شایی. بله این یک واقعیته که شرایط حساسی به وجود اومده، ولی آقای سیاوش عبستا من شگفت زده هستم که یک گروه های آدم هایی بدون اینکه مطالعه دقیق روی صحبت های شاهزاده داشته باشن دوباره اومدن نقنقه ها رو شروع کردن، آقا ما نمیدونم جمهوری میخوایم، ما حکومت یه بودی نمیخوام. اصلا شاهزاده تا حالا نگفته که آقا من میخوام پادشاه بشم، که اومده میگه آقا مردم بیاین مرکز کنیم این رژیم رو بندازیم، یه رژیم انسانی در اینجا حاکم کنیم و حکومت رو خود شما مردم ایران نوعش رو تعیین کنیم، یعنی انتخابات بذاریم بگیم آقا ما سلطنت میخوام، جمهوری میخوام، کوب میخوام، زهرمار میخوام، هر چی میخوام اون موقع اعلام کنیم. ولی حالا اومده بگیم ما شش گروه جمهوری خواه مخالفت کردم، ما حرفاشو آقا تو کی هستی؟ شش تا گروه کیه؟ بگو چهار تا از اسامی خداتون رو بگیم اینم کی هستی؟ شش تا گروه اینا نوکرهای جمهوری اسلامی هست؟ نه شد زنش هم باهیش نیست این گروه حقا. اینا های شرفشایی من سالها پیش نوشتم، یعنی حدود 38 سال پیش نوشتم، اپوزیسیون فامیلیال و نظام جنایتکار ولایت فقیه 41 سال پیش نوشتم. اینها فقط یک صفحه اینترنتی یا فیسبوکی یا اینستاگرامی دارن، اینا اپوزیسیون نیستن. قوی ترین اپوزیسیونی که آقای دکتر رزمارم که میفرمودن عملیات رو اونا میتونن انجام بدن توی 40 سال دادن، اون شورای ملی مقاومته. من الان اینجا وقت نیست چون اصلا فرصت نیست، در منتشر میکنم شما خواهید دید. مسعود رجوی مشخصا پاسخ مثبت داده به آقای شاهزاده رضا پهلوی عزیزم و قاطع گفته که اینطوری طور باشه ما قبول داریم، شاهزاده هم گفت اینطوری طور باشه قبول داریم، ایران ما میذاریم بر برنامه نیم ساعت یه ساعت لازم ببینن. حالا درگیری که هست آقای شرفشاهی، یعنی این اپوزیسیون مخالفت هایی که میشه دو جناح میاد، یکی از جناح خود جمهوری اسلامی ایران که اینها اسمای امکان داره اوستایی، آریایی، اینا بگن حتی خودشونه به من بچسبونن، به شما بچسبونن، به شاهزاده بچسبونن، بگن ما سلطنت داریم، یکی اینا یعنی اشکر سایبری جمهوری اسلامی، یکی دیگه طیف بسیار اندک خانم مریم رجوی است. چون الان در همین رابطه اختلاف افتاده بین خانم مریم رجوی و مسعود رجوی. مریم رجوی چون ایشون از خانواده قاجار هست، یک درگیری تاریخی با نظام شاهنشاهی پهلوی داره، ولی مسعود رجوی من الان فرصت نیست، اسناد منتشر میکنم هم صدای خود رجوی رو، چون الان رجوی در حصار زنش هست، یعنی خانم مریم رجویشون رو سانسور کرده. من چند سال پیش که وقتی آزاد کردم مجاهدین خلق بود در اشرف میخواست اینا رو بکشن، دکتر صالح رجوی و هوشنگ رجوی دو تا برادر مسعود حضور داشتن که من جلسه گذاشتم در پارلمان فرانسه و جلسات دیگه با وزرا و کار نکردم اونجا کشته بشن. همون موقع من با هوشنگ صحبت کردم روی یه سری مسائلی که مسعود چرا غیب شده و اینها. حالا میخوام بگم مسعود رو الان اینها در حصار گرفتن. چرا؟ چون آقای شرفشاهی روزی که مسعود اومد پیام داد، چون این وحدت و همبستگی مال امروز نیست که شاهزاده مطرح کرده، بارها مطرح کرده، وقتی که مسعود رجوی در اون مرحله پیشین پذیرفت و قاطع گفت ما جمهوری دموکراتیک لایک رو قبول داریم، گفت ما به تساوی زن و مرد قبول داریم، گفت اینا همه اسنادش هست، و اون موقع بود که یهو بعد از اینکه مریم رجوی اینجا از زندان آزاد شد، چون زندان بود، یه مسعود رجوی غیبش کردن، گفتن وای محکوم شده توی اعلام نکنن بکشنش، تفتیل مخفیش کردن، وگرنه مسعود پذیرفته شرایط دموکراتیکی که شاهزاده مطرح کرده
و این کار الان هم خانم مریم رجبی، چون من از دیرباز با بچه های رده بالای سازمان در تماس و الان خب همه تونم میبینید، میدونید یکی یکی دارن جدا میشن، بودم و هستم با خانم رجبی و با این روسری که ایشون سرش داره، اسلام بازی هایی که را میندازه و و و حتی مجاهدین خلق موافق نیستن، حتی مجاهدین خلق اگر دموکراسی بشه روسریشون رو برمیدارن، اسلام میذارن کنار، همونطور که فرمودید سودان گذاشته کنار و یک نظام دموکراتیک بر اساس رأی مردم. حالا امکان داره خود شاه زاده هم همونطور که شما فرمودین بگه آقا من نمیخوام شاه بشم، ولی ماها یک کیفی هستیم، هوادار شهریاری هستیم، میریم در مساف رأی مردم، اونجا مردم هم به هر کی رأی دادن اون زمام میگیره. ولی اینو میگم آقای شرفشاهی عزیزم که اتحاد الان هست، دو تا مانع داره، یکی جمهوری اسلامی، یکی شخص خانم مریم رجبی. نمیگم شورای ملی مقاومت، نمیگم سازمان مجاهدین، چون اکثریت اونا با رضا پهلوی موافقن. اکثریت الان شورای ملی مقاومت آقای شرفشاهی وزیر دادگستریشون آقای روحانی اومده بیرون، شاعرشون اسماعیل وفا یغمایی اومده بیرون، سخنگوی شورای ملی مقاومت آقای قصیم اومده بیرون، همه گذاشتن میرن بیرون، چون همه خودونا مریم رو قبول ندارن. سرکار خانم مریم رجوی یه سخنرانی نداره که از تاریخ بگه، از تمدن بگه، از فرهنگ بده، از ادبیات بگه. ایشون من میدونم چجوری وارد تشکیلات شد، بعد با ازدواج با جناب آقای مهدی ابوشمجی بعد ازشون جدا شد، بعد الان ایشون به گروگان گرفته آزادی. سخن پایانی که میگم آقای شرفشاهی خیلی مهمه، مردم گوش کنید، امروز 14 ماه ژوئن هست، ما میگیم ژوئن، شما میگین ژوئن، 14 درست یک ماه دیگه 13 جولای آقای جو بایدن یه سفر 3 روزه میره به خاورمیانه، میره به اسرائیل، عربستان سعودی و از کشور خلیج فارس. اون موقع بایست این اتحاد صورت گرفته باشه، قاطع میگم، تا حالا خیلی از این خبرها دادم درست در اومده، میره به منطقه با اسرائیل، عربستان سعودی جلسه داره، اونجاست که اینها تعیین میکنن که آیا اینها متحد شدن برن ایران یا با مجتبی خمینی دیل کنن. خامنه‌ای ببخشید، چون مجتبی خامنه‌ای الان پشت دره که با اینا دیل کنه، میگه شما هر چی می‌خواید من امضا می‌کنم. پس وایس بر این وحدت همه با هم کوشا باشیم. این یکی دو تا ایده هم که میان به اسم امام مختلف فرمایشات که شما گفتید اینا نباید گوش کرد. بله، به هر حال یک شرایط تحولات در ایران مساعد شده، مسیرش داره طی میشه و مسلماً ظرف 4-5 ماه آینده این حرکت‌ها بسیار تون میشه و مردم همه دیگه تحملشون هم به قول معروف تاق میشه دیگه، این ماجرا رو به یه نحوی پایان میدن. یه ملت میلیاردها ملت ایران پول داره، میلیاردها پول داره، در امریکا جلوشو گرفتن بستن، این پول مال ملت ایرانه، ملت داره گرسنگی میکشه، این ثروت داره، کی واسطه، کی مزاحمت ایجاد کرده نمیذاره این پول به مردم ایران برسه؟ آسدعلی خامنه‌ای. کاملا نکته مهم این که شهریاری در ایران یک سنت، ارزش و دستمایه هزاران سال است، از ایلامیان 8000 سال پیش تا به امروز. شهریاری ضامن وحدت و همبستگی موزاییک رنگارنگ قبایل و تبارهای آریایی بوده و هست. بر همین اساس ملت ایران بر این واقفه، بر همین اساس با اینکه اینا میگن نه شاه نه خمینی، یعنی خانم مریم میگه در ایران شعار میدن، هر روز شعار میدن که رضا شاه رو حد شد. آقای شرفشاهی قاطع اینجا به شما بگم، بچه های بالای مجاهدین خیلی بالا به خود من گفتن ما با همه حرفای تو موافقیم و ما خودمون میدونیم رضا شاه اومد ایران رو ساخت، همونطوری که از عزت الله صحابی شما اصلا دید مهندس عزت الله صحابی. الان همونطور که اسماعیل خویی همین اومدن این گفتن یزدان گواهه اگه مریم به رفراندوم بذاره خودش میمونه، چون حتی دخترش خانم اشرف عزیزم، اشرف ابریشمی نازنین، روسری سرش نمیکنه اصلا به این مزخرفات اینا معتقد نیست، هیچ کس ما اینا نیست. این شهریاری هم ما دستهای تاریخی است، رای مردم بود، رای مردم الان همینه، تو خیابونا داد میزنن، کنسرت میذاره، عروسی نوارش هست ببینید، تو عروسی رو میذاره
بله صداتون خراب شد، صداتون رو شنیده نمیشه. به هر حال بسیار از شما سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتین و همینطور باید محکم و استوار پیش بریم تا مملکت به دست در حال یک چهره آگاه، مطلع، مردمی و یک مملکت پادشاهی، یک مملکتی که تاریخ کهنی داره در اون مسیر دوباره قرار بگیره و این ماجرای عرب مرباب که خلیج عربی نمیدن فلان اینا، این داستانهای مسخره رو باید پایان بده. البته آقای سیاوش عبستان، این عربستان سعودی یکی از کشورهایی بود که در براندازی پادشاه کمک کرد، پول تو خیابونای ایران ریخت، مملکت ما رو برون. الان هم میگه خلیج عربی، خلیج عربی. باید یه مملکت دارای یک رهبری باشه که اینا جرئت نکنن این حرفو بزنن. الان ما در موضع قدرتی میکنه تسلیم شدن آقای شرفچایی. الان ما در موضع قدرت هستیم، وگرنه عربستان همواره دشمن بوده و بعد ما قدرتی چون در یمن جیت کرده 7 سال با 100 تا 200 تا هاورنده نتونسته جنگ. من عرض کردم سوء تفاهم نشه، داریم عربستان الان در موضع ضعف ما بریم تو فکر کرده خبرها رو نمیگم به انسانها. عربستان 7 سال داره با یمن میجنگه، نه با یک کشور، با یک کوه 300 نفره پا برهنه نتونسته. برای همین یک کسی ضربه میخوره یهو خودشو ول میکنه، خودشو ول میکنه. سروس هم حتی به بایدن گفته، سروس به بایدن گفته که تو اینا اگه متحد بشن، شورای ملی مقاومت و شاهزاده رضا پهلوی، سال 10 سال پیش ما موفق نشدیم، امسال اینها بایستی جاش، چون اقتصاد دنیا، همه چیز دنیا شرف شد به هم ریخته. جمهوری اسلامی بله. بسیار ممنون از شما، وقتتون در اختیار برنامه گذاشتین. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. جمهورتون من شب روزتون خوش، سپاسگزارم. مرسی های شهرتی، مرسی های شرفشایی، درود دارم به برادر مهندس امیر شجر. بدرود. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای سیاوش عبستا، دکتر رزمارا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم. تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای همه شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.